اولین فیلمی که من براش موسیقی ساختم در حقیقت با عنوان خود معنای مطلق موسیقی فیلم فیلم‌های کوتاه شادروان عباس کیارستمی بود که برای کانون پرورش فکری کار میکردم، برای بهداشت دندان، رنگ‌ها، آشنایی رنگ‌ها برای بچه‌ها، چگونه زندگی کنیم، چگونه لذت ببریم، که حدود 4-5 تا فیلم کوتاه بود. بعد از اونم برای 2 یا 3 تا فیلم کارهای تنظیمی داشتم که ملودیشو آقای بابک افشاران ساز وقت نوشته بودن، حبیب کاوش بود. یه فیلم دیگه بود باز کارگردانش آقای منصور تهرانی بود که موسیقیش هم خودش نوشته بود، اینجا ارکستراسیون براش کار کرد. در اصل به عنوان یک حرفه انساز موسیقی فیلم من در آمریکا شروع شد که برای 2 تا سریال پلیسی که 8 قسمت بودن موسیقی ساختم که اون تو ایران مطرح نشد، چون اسمم هم نداده بودم به اسم، یه اسم دیگه. تا سنش بازی نشه مرحله اصلی پا گذاشتن بنده در جایگاه موسیقی فیلم، در هیئت موسیقی فیلم بعد از انقلاب در ایران شروع شد که با فیلم تاراج با کارگردانی زنده‌یاد ایرج قادری شروع شد. بعدش سمندر بود با کارگردانی دکتر اسماعیل کوشان و کار گروهی. بعدش گذرگاه بود باز با کارگردانی گروهی و بعدش اجانشین‌ها بود، بعدش هامون بود و و و و و قریب به 90 تا فیلم سینمایی بنده موسیقی فیلم نوشتم که در حدود 5-6 تاشون کاندید شدن و 3 تاشون و 4 تاشون که برنده سیمرغ لوح زرین و دیپلم افتخار شدن، به اضافه موسیقی خواهران غریب که بجز اینکه در ایران کاندید شده و برای جشنواره در چندمین دوره جشنواره پیونگیانگ بهترین موسیقی متن و تندیسش رو گرفته. مثلا خواهران غریب ژانر سینمای کودکه با ترانه‌های کودکانه، شعرهای اول ابتدایی دو چند سال اول تحصیلاتشون و میخوام زنده بمونم. یه تراژدی جامعه شناسی اجتماعی، یه تراژدی واقعا که بیگناه رو تا بالای چوبه اعدام میبرن، پاش به چوبه اعدام و دار میرسه. یا اشاره کردید به بلندی های سر، یه فیلم معناگرای فیلسوفانه است که به قول زنده‌یاد فریدون ناصری فیلم کاملا یک موسیقی کاملا ملانکولیک و مالیخولیالیزمه، چون کاراکتر اول فیلم که اون شاعره نقاشه باشه دچار بیماری مالیخولیایی هست. یا مثلا چشم شیطان که اونم کاندید شد و که لوح زرین گرفت، اون یه فیلم ادونچر اکشنی به قولی اسپیلبرگیه. دختران انتظارم با موسیقی بدی نبود، توی حالت افسردگی بودم اون موقع، خواهرم مریض بود و موسیقی تاثیرگذاری در اومده.
خیلی دوست دارم موسیقی ما، زحمت زیادی کشیدم با سولوی ویولون استاد ماسترو خاچیک بابایان که سولوشو زد، که همون سولو رو تو فیلم میخوام زنده بمانم زد. و اتفاقی که تو موسیقی میخوام زنده بمانم افتاد در یک سکانسش که وقتی این خانم پرسوناژ اول محکوم به اعدام میشه، یه قطعه کورال من نوشتم، 4 ساعت این شعر رو تکمیل کردم. بیگاه شد، بیگاه شد خورشید اندر چاشت، بیگاه شد، بیگاه شد. مثل یه قطعه کارو شد که هر که شنیده بود از جمله دوست و همکار عزیزم مجید انتظامی گفت ناصر چیکار کردی؟ کار عرف ایران شدی؟ مجرم و بر طبق ماده 170 قانون جزا و اشد مجازات یعنی اعدام محکوم می نماید. این رأی به اکثریت آرا داده شده و نظریات هر کدام از قضا در رأی محکوم می باشد. تو همون کارم باز سولو ویولون نوشتم که ماسترو ارکستر سمفونی ایران جناب آقای بارون با آقای خاچیک بابای آمدن سولو ویولونشو زدن که ملودی که خیلی زیبا نشست رو فیلم. و برای همین بود که سر قارچ سمی که اونم با سیمرغ بلورین گرفت، آقای تورج منصوری منو پیشنهاد میکنه به شاد دوان زندیاد حاج رسول ملاقلی پور که اونجا موسیقی من سیمرغ بلورین گرفت. اونم یه سولو ویولون داره که استاد ارسلان کامکار زد نجفی که تو آمریکا با هم بدوستونی داشتیم. من برگشتم ایران، ایشون هم بعد از یه سال دو سال بعد از من برگشتن، زدن تو کار تهیه کنندگی بازیگری و با مسعود کیمیایی کار میکردن و به من زنگ زدن گفتن که وارد شراکت فیلمی شدن به اسم ایران با کارگردانی آقای تقوایی. خب منم آقای تقوایی رو به عنوان کارگردان ارخص به اون کار دایجان آپلونشون یکی از کارگردان‌های مؤلف می‌دونستم. کار می‌کنی ولی با سینتیسایزر؟ گفتم اصلا. موضوع چیه؟ گفت بر اساس سرود ایران و این دگرگونی که شده و انقلابی شده شعرش هم داره مورد دستخوش میشه. گفتم اصلا نه، رو من حسابی نکن. رفاقتمون رو گفتم من به خاطر رفاقت که نمی‌خوام خودم خراب کنم. سرود ایران کجا شعرش اشکال داره که بخواد باعث دگرگونی بشه؟ ملیه، این سرود ملی مملکتمون سالها سر تکرار میشه، چرا باید دستخوش دگرگونی بشه و تغییر تحول؟
هیچی دیگه خبر نداشتیم و شنیدم رفتن سراغ آقای فیدون ناصری که کار آنچنان موفق نبوده و اون دگرگونی ها که میخواستن. بعد از آقای ناصری میرن سراغ آقای ارسلان کامکار. موقعی که کار دست ارسلان کامکار بوده، آقای نجفی دوباره من زنگ زد گفت ما رفتیم سراغ آقای فیدون ناصری، بیا کارشو گوش کن، قبول نکنیم، اقلا مشاور ما باش. گفتم به خاطر ایران من و سینما ایران مشاورت میکنم. گوش کردم گفتم نه این اصلا فرق نکرده با اون اجرای دهه سی ایران، همونه همون، شما میخواین دستخوشی دگرگونی بشه. گفت حالا داریم به ارسلان کامکار، اینو گوش کن. اونم گذاشت. گفتم نه باز این اون چیزی که باید بشه نیست، بگیم بیشتر روش کار کنه. گفت چرا خودت قبول نمیکنی؟ گفتم من که از روز اول گفتم، گفتم با سینتی سازه کار نمیکنم، من نمیام مملکت خودم و تاریخچه شعر مرک شعار بهار با ملودی جاودانی استاد روح‌الله خالقی رو با سینتی سازر اجرا کنم. گفت خب میخوام مدرن باشه. گفتم فیلم مدرن نیست، فیلم یه محصول است دهات. فیلم رو دیدم، همه کلاهی دهاتی، همه کلاهی روستایی، همه زمان انقلاب داره نشون میدیم. تو انقلاب انقدر مدرنیت نیومد رو، سینتی سازر نیومد رو، چرا میخوایم مردم رو تعریف کنیم، گول بزنیم؟ این خیانت به هنره، خدمت به هنر نیست. تقوایی گفت چی؟ گفتم ارکستر بزرگ، سمفونیک، آکوستیک من کار میکنم. چه ارکستر سمفونیک آوردم، اوورتورایی نوشتم، اون دخالت دگرگونی رو با احترام به شخص روح‌الله خالقی آوردم، اینجوری شروع کردم در دستگاه شور که سرود ایران هست. هیجان بهش دادم، شروع حال جوانی بهش دادم، آوردم نوجوانا خوندن. از جمله شاهد احمدلو که یکی از کوریستای این کار بود. و اون اتفاقی که باید می افتاد تو ذهنم افتاد برای خودم. خیلی سر اون کار من زحمت کشیدم، خیلی گوشه های زنگ و شطور، گوشه های شور رو کار کردم. حتی یه جا یک کانون نوشتم برای نی، در اون سکانسی که حسین سرشار مرحوم میاد میره تو سقا خونه، موسیقی ایرانی رو دیولپمنت کردم تو شور، به گوشهاش اشاره کردم به صورت کانون، کانون سه صدایی. اینو کسایی که کانون رو میشناسن میدونن که تکنیک آخرین تکنیکه، جزو تکنیک‌های برتر موسیقی غربه، ولی به صورت موسیقی ایرانی استفاده کردم. شاید یکی از کارهایی که بخواید بگید تو موسیقی فیلم به چی تکیه میکنید، چی رو اسمش میارید، همین ایرانه. تو سه چهار تا قطعه که با رعایت اصول دستگاه های ایرانی ما که در شور بودون موسیقی، سه چهار تا قطعه نوشتم که خودم واقعا ازشون دفاع میکنم، ولی متاسفانه انقدر این فیلم مورد بیمهری قرار گرفت، نه اکرانش معلوم شد، نه جایزش معلوم شد. من همزمان با اون هامون رو دادم، برای هامونم کاندید شدم. چشم شیطان بسیار موسیقی ادونچریست ماجراجویانه اسپیلبرگیه به قول خودمون جان ویلیامزی داشت که این خوشبختانه مورد توجه استاد مرحوم فریدون ناصری قرار گرفت، چون جزو هیئت جوری بودن و به خاطر ریتمایی که من تو اون فیلم، ریتم لزگی آذربایجانی خودم رو که خودم آذری هستم استفاده کرده بودم، گفت شایسته بهترین فیلمه و تندیس برورین رو گرفت. ولی اون سال من تو جشنواره 5 یا 6 فیلم داشتم، از جمله تابارش، پادزه، چشم شیطان، بلندی های صفر،
انتظار خود من اینو به آقای استاد لوریس چکنواری هم گفتم چون ایشون موسیقی منو تو تواره شنیدن. خب این یک قطعه کاملا کلاسیک فرم یافته روسیه. من تو روسی گفتم بله. گفت من بودم به این موسیقی تواریش بهترین تندیس رو میدادم. من هم اصلا اعتقاد خود من هم همین بود. لازم به ذکری که یکی از عناصری که به موسیقی خوب کمک میکنه فیلم برداریه خوب. چون با رنگ سرکار داری، با نور سرکار داری. چیزی که در موسیقی مستطره، سرعت، نور و موسیقی. به عنوان مثال مثلا تو همون هامون رو شروع سکانس یادتونه؟ خواب بودم، به خواب میدیدم، با یه صدای کشیده من اونجا ششتری منصوری هماین استفاده کردم، هیچ منتقدی اشاره نکرد ولی گفتن از باخ. بسیار زیباست، ما هم حرفی نداریم، ولی درست نیست شما تو تیتراژ کپشن موسیقی می نویسین موسیقی متن ناصر چشم‌نظر بر اساس تم‌های یوان سباستیان باخ. نه، این کجاش بر اساسه که وقتی میگه از دست عزیزان چه بگویم این مال باخه که من تو اکثر مثلا این مال من بوده. چرا می نویسیم بر اساس این مال باخه؟ من این مال باخه هر جایی می استفاده کردیم، دو سه جای بیشتر هم تو فیلم استفاده نشدیم. خواب می بینم که در کنار دریا هستم و با عده ای آشنا و غریبه به سوی می روم. دیگه چه خبر؟ قرارداشو بستم، گفتم خانم میدونی در جریان باشید، قبل از شما من برای جیب‌برها به بایش نمیروم، با آقای داوودی قرارداد دارم و میدونم چون پیشگوییم خوبه دیور شاید به همدیگه بر بخورین. شما بدونین ایشون جلوتر از شما. اصلا این عادت من بود از آمریکا که برگشتم دیسیپلین پیدا کرده بودم. سر دیگه چه خبر؟ جیبرها به بهش میرون. 12 پرده بود، 2 پردهش مونتاژ شده بود، آقا برده بود موسیقی بگیره. اینم ضعف سینما ایرانه. آقا چطور یه آهنگساز همه فیلمو ندیده برای 2 پردهش موسیقی بسازه؟ بعد بالاخره دعوا میشه باشون، با ابوالحسن داوودی، با تامین مینونی، با داریوش مهرچی سر بانو، با فریال بهزاد و غلام رضا آزادی سر در شاپرک، با یدالله صمدی سر دو نفر نصفی، تا اینکه بعد از 2 سال بعدش با شوهرشون محمد نیکمین که آشنا شدن کاکادو رو ساختن، فیلم فضایی بشقاب پرنده. اونم کار کردم، اون فیلم هم که اصلا ناموفق بود دیگه کار نکردن، دیگه با من کار نکردن، تا اینکه آتشپش رو ساختم که تبدیل به یکی از پرفروشترین فیلم های خانم میلانی شد، آتشپس 1ش. بعد از اون تصویر حساب رو ساختم، بعد از اون سوپر استار رو ساختم که سر سوپر استار هم کاندید شدم، گشت و ارشاد 1 رو من کار کردم که دیپلم افتخار موسیقیش رو گرفتم. آنها بسیار فیلم زیباییه، فکر کنم دومین فیلم یک کارگردان جوان احسان سلطانیان، بسیار کار تمیزی کار کرده. منم فیلم تمیز باشه موسیقیش هم تمیز میشه و یکی از بهترین موسیقی فیلم های من اینجا بهتره یادی از زنده یاد محمد رضا علامی بکنیم، شناساییه، یکی از پرس زحمت ترین موسیقی های من که اونجا در ژانر آتونال موسیقی نوشتم، چون قصه قصه مولکولیالیزم و پرپیچ و تاب CIA و و و و و بسیار فیلم زیبای ساخته روح شاد. بعد از اونم ساقی رو باش کار کردم و یه تلفیلم هم باش کار کردم اسم گمشدگان که دیگه عمرش کفاف نرد و از این دنیا رفت.